در جنبش مهسا که اتفاق افتاد، چیزی که خیلی روشن بود عدم آمادگی اپوزیسیون، یک جریانی که جهان و مردم بتونن بهش اتکا بکنن و علیه جمهوری اسلامی قدم بردارن. اتفاقاتی هم که توی اپوزیسیون افتاد نه تنها کمک نکرد به رفع این معضل، بلکه معضلات بیشتری رو هم اضافه کرد و الان 13 ماه 14 ماه از اون شروع میگذره و باز هم به نظر نمیرسه که جریانی، سازمانی، تشکیلاتی، کسی به این فکر افتاده باشه. و در حالی که ما میدونیم به هر حال اتفاق در راه، شرایط کنونی ماندگار نیست. با این وضعیت دیروز یک کلیپی پخش کردیم خود ما که یک استاد دانشگاهی بازنشست شده بود با 10 میلیون تومان، یعنی با 300 دلار بازنشست شده بود، در حالی که مثلا قیمت گوشت الان در ایران گرونتر از لس آنجلسه، در تهران از لس آنجلس گرونتره. قطعا این وضع نمیتونه دوام بیاره، قطعا یک جایی در یک نقطه یک اتفاقی باید بیفته. اما آیا واقعا آمادگیش وجود داره؟ جناب خادم بفهمید. صحبت درستی کردید، آیا اپوزیشنی وجود داره یا نداره. ببینید، من این صحبت بارها کردم، چیزی به عنوان اپوزیشن حداقل در خارج از کشور به اون معنا وجود داره. دلیلش هم خیلی ساده است، برای که یه عده‌ای فکر میکنن به عنوان رهبر میتونن هر کاری و هر عملکردی رو به نام خودشون ثبت بدن. یکی از گرفتاری‌های جنبش مهسا موج سواری بود، به این معنا که یه حرکت کاملا فرهنگی به نظر من اتفاق افتاد و مسیرش رو خواستن عوض کنن و رنگ سیاسی بهش بدن. به واسه که شروع کرد رنگ سیاسی، خب حاکمیت هم منتظره، به علت که هر حرکتی در داخل ایران اتفاق بیفته که احیانا ممکنه قدرت این حاکمیتی کم کنه و به خطرش بنزن، سخت در مقابل فامیست. بنابراین اپوزیشنی که عاقل باشه نباید به خودش اجازه بده که چنین شانسی رو به حاکمیت بده که 500 نفر رو بکشن، 20,000 نفر رو زندانی کنن و و و و و همه چیزه. اما از این جهتی که من فکر میکنم که یک چهره‌های جدیدی در اپوزیشن باید پیش بیاد و شخصیت‌هایی وارد معرکه بشن که تا کنون به اون معنا شناخته شده نیستن، چون این راه یه راه درازی هست آقای آیون. دلیلش هم ساده است، به این سادگی ها گذار از این حاکمیت به نظر من امکان پذیر نیست. تنها چیزی که باقی میمونه فروپاشی خود این حاکمیت، یعنی ذهن مردم باید آماده باشه که احیانا چنین اتفاق میفته و از این فرصت به نظر من اپوزیشن باید استفاده کنه و یه پلتفرم جدیدی رو عرضه کنه. البته من به عنوان کسی که خب این مراحل رو خیلی طی کردم و بارهای اتفاق ها افتادن، به کمک دوستانم در به اصطلاح جنبش نجات مردم ایران، ملی ایران، قصد بر این است یه پلتفرم جدیدی به وجود بیاد و چهره های جدیدی رو برای آینده مبارزه واقعا آدم دنبالش باشه و پیدا کنه و بتونه یه تشکیلاتی رو به عنوان یه اپوزیشن جدید که مسائل داخلی رو میشناسه، ارتباطات بیشتری با داخل داره، با نسل جوانی که مرتب میاد تو خیابون باید ارتباط داشته باشه، اونجاست که به نظر من این آمادگی به وجود میاد. چون آنچه هممون میدونیم جنبش مهسا یا آتش زیر خاکستر، تبدیل به آتش زیر خاکستری شده که روزی دوباره فوران خواهد کرد و وحشتناک فوران خواهد کرد. همین مسئله اقتصادی ایران، من دیشب فکر کنم به صحبت‌های دوست بسیار عزیزم آقای منصور گوش می‌کردم، صحبت از اینه که دلار به 70,000 تومان برسه، یعنی 25% هم اضافه بشه در ظرف 6 ماه آینده.